تجلیل از روز جهانی صلح در ارگ ریاست جمهوری، گمشده‌ای که سالهاست مردم افغانستان به دنبال آن هستند، اما تا کنون هرچی دویدند بیشتر از آن فاصله گرفتند. جنگ های جاری در مناطق مختلف کشور و قربانی شدن روزانه ده ها نفر در اثر این ناامنی ها دلیل روشنی از جای خالی صلح در این جغرافیا است. در اینجا به مناسبت روز جهانی صلح از این رویداد تجلیل شد. گرامی داشته که با حضور رئیس جمهوری و مقام های ارشد دولتی، محور بحث ها مشخص است: صلح با طالبان و روند جاری در قطر. آقای غنی در این مراسم بر عدم دخالت روزانه بر کارکرد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قطر سخن زده افزود، این هیئت باید با فراغت بال بر مذاکره با طالبان ادامه دهد. که روزانه در مذاکرات مداخله کس نکند، از هیئت ما پشتیبانی کامل شود تا با قوت از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کند. رئیس جمهور غنی گفت صلح حق مردم افغانستان است و دیدگاه حکومتش درباره آن روشن. او تأکید کرد افغانستان جای نیست که فرد یا گروه اراده خود را بر مردم تحمیل کند. رئیس شورای عالی مصالحه نیز که در این مراسم حضور داشت از در توصیه وارد شد. خواهش ما همی خواد بود که در صحبت ها و مجانب احتیاط مراد بکنیم. اینه که واقعیت ها به مردم افغانستان گفته نشه. شرایط ما شرایط 19 سال قبل نیست. عبدالله گفت اگر در گفتگوهای صلح خوب پیش برویم، امکان جذب کمک های جهانی در نشست جنوا ممکن است. او با اظهار خوشبینی نسبت به اجماع جهانی در مورد صلح افزود، در موضع گیری های همکاران بین المللی چیزی نمی بینیم که بیانگر توطئه یا ایجاد مشکل برای مردم افغانستان باشد. مخاطبان این اظهارات آقای عبدالله شاید کسانی بودند که در همین نشست با اظهارات بی‌پرده طالبان را نقد کردند. با این حال تا کنون در قطر پیشرفت حاصل نشده، هرچند هیئت‌های هر دو جانب از توافقات به میان آمده اظهار خوشبینی می‌کنند.